السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وبعد قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إلى آخر. جماعة صلوات الله عليه وسلم. صلى على محمد وآل محمد. در نخست تشکر میکنیم از حاج آقای عادلی که صحبت های عالمانه در خدمت جوانان ایراد کردند و همچنان تسلیت عرض میکنم به خانواده های شهدای اخیر که در مسجد امام زمان پرپر شدند و انشاءالله همه ایشان را با پیامبرشان محشور گرداند خداوند. این صلواتی برای خوشنودی ارواح هم همین را از فرمید. بحث روی جامعه عاشورایی زمین ساز ظهور هست و ما شما باید دستهای هرچی پیشتر را از عاشورا، از واقعات عاشورا و از شعارهای عاشورا بیاموزیم و او دستها را یک لایحه وظایف قرار بدیم و توسط او دستها بتانیم که زمینه را برای ظهور، زمینه را برای جامعه عاشورایی شدن و ظهور و همچنان برای ظهور انشاءالله مهیا بکنیم. در واقعه عاشورا یکی از مسائل بسیار مهم مسئله شعار بود. اولا خود کلمه شعار چی هست؟ کلمه شعار بمون شعرها، بمون نثرهای اطلاق می شد در اون زمان که در جنگها معمولا جنگجویان از او استفاده میکرد و اونا را به قرائت میگرفت. در زمان جاهلیت و بعد از او حتی در زمان غزواتی که در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود، به گونه ای بود که جنگجویان یک گونه مشابهتی از نگاه ظاهری داشت، یعنی با آسانی تشخیص داده نمی شد که کدام از جبهه مقابل است و کدام از جبهه موافق است. به ما اساس زیادتر توسط اینمی شعارها شناخته می شد، یعنی از نگاه لباس ظاهری این دو طرف به هم شباهت داشت. حتی وقتی می شد که امو کسی که دمو جبهه است، امو همکارش است، امو همجبهه ایش است به قتل برسانه، چون نمیشناختم. اما اینمی شعارها بود که تفکیک میکرد. شما ببینید در جنگ هایی که رخ داده در اسلام، شعار مسلمان ها الله اکبر بوده و با اینمی شعار اینا حمله میکرده به دشمن و شعار کفار که این جمله امون کفار قریش هم بود در اوائل، اونا امون نام بودشان را میکرد و افتخار میکرد، میگفت لنا الحب یا هول یا مثلا عزا یا نامهای دیگه از بوتای خود را میگرفت که توسط از اون میشناخت. به هر حال گفتیم کلمه شعار اونها چیزیست که در جنگها اونا را میخواند و چی شعر بود یا نظر به هر دلیلی اونا را میخواند. اما در واقعه عاشورا شعار به گونه دیگه هست. شعار امام حسین علیه السلام و یارانش در واقع ابراز و ایراد تفکرشان است. در واقع اونا تفکرات خود را، علایل قیام خود را و بعضی از مسائل دیگی را که میگوید او را توسط شعار به مردم میرساند.
که در واقعه عاشورا دو نوع شعار بود. یکی شعار بود که معرف خود شخص بود، یعنی شخص وقتی به میدان میرفت خود را معرفی میکرد که من فلانی هستم، فلانی هستم، خیلی توسط شعر میگه، چون عرب بسیار طرح شاعری جالبی داشته در اون زمان، یعنی گپای عادی خود را هم زیادتر کوشش میکرد که به گونه شعر بیان بکنن. به ما اساس یک خود را معرفی میکرد، اما یک شعار دیگر معرف فکر به خودش بود، یعنی هم خودش را معرفی میکرد و هم طرز تفکرش را، هم فکرش را معرفی میکرد که توسط این شعار، یعنی طرز تفکر خود را میتوانست که برای اونا بیان بکنه. که من بعضی از شعارهای حضرت امام حسین علیه السلام را خدمت شما قرائت میکنم. یکی از شعارهایش که ایرا بسیار معروف هم هست، ایرا فروت ابن مسیک ایرا روایت کرده و اوی است که الموت اولا من رکوب العار و العار اولا من دخول النار، به گونه شعر است. در این قسمت حضرت میگه که من زندگی با ذلت را، مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح میدم. این شعار یعنی چی؟ شعار یعنی نفی بردگی، نفی استبداد، نفی در واقع پستی اینا، ولی در مقابل این شعار آزادی بود. امام حسین میگفت من میخوایم آزاد باشم، آزاد زندگی بکنم و بز ظلم و استبداد نه بگویم. و همچنان شعارهای دیگه ای داشت که از اون جمله این شعار بسیار و بسیار مهم است. در اون روز حضرت امام حسین علیه السلام چند بار خواند الا و این ندعیه و ابن الدعیه قد رکد بین سنتین بین سلت و سلت. این بسیار بیدار کننده بود. لشکریان عبیدالله ابن زیاد را مخاطب قرار میدهد، میگه که آگاه باشید که زنازاده و پسر زنازاده به من دو را تعیین کرده، یا ذلت یا شمشیر، یا قتل یا ذلت. و امام حسین چی میگه؟ بروید به امیرتان بگویید که حسین میگوید هیهات من الذلت، هیهات من الذلت، حسین تن بخاری نمیدهد، مرگ را قبول دارد اما تن بخاری نمیدهد. اینم یک شعار است که شعار آزادی و شعار درسی است که ما شما باید این را بیاموزیم و به هر ذلتی تن ندهیم. همچنانی که مردم افغانستان هم در زمانی به ظلم و استبداد و به فرهنگ بیگانه نه گفت و وفا خواستند و از مرزشان و از دینشان دفاع کردند و دفاع جانانه هم کردند که اجرشان با خدا خدا. اما این شعارها را امروز ما شما باید زنده نگه داریم. این شعارها نباید در دل تاریخ سپرده شده و فقط در تاریخ ثبت باشند. عاشورا وقتی ارزش پیدا میکنه که طرز تفکر امام حسین و شعارهای امام حسین علیه السلام همچنان زنده باقی بمانه. نوحه هایی که ما شما میخوانیم باید برگرفته از شعارها و تفکرات امام حسین علیه السلام باشند. عزاداری خیلی خوب است. در زمان تمام ائمه شعرا و نوحه خوانان بیامدن، نوحه میخواندن و ائمه سینه میزدند و گریه میکردند. اما او شعرها را اگر ما شما بررسی بکنیم، همه شعرهایی است که بوی آزادی میدهد، درس آزادی میدهد، به گونه است که انسان را زنده میکند، روح انسان را زنده میکند. ولی امروزه هست بعضی نوحاتی که نوجوان اکبر من، نوجوان اکبر من، خلاص که ما که حاجی آقای عادلی هم گفت که تأسیس عاشورا نه فقط بحر ماتم است، تعلیمگاه چی رقم را جواب؟ دانشترای اولاد آدمش، تعلیمگاه یا دانشترای اولاد آدم است که از شهید اسماعیل بلخی است، یا شعری از علامه اقبال لاهوری است که خودش هم ظاهرا سنی مذهب است، شعر میگه که
خلاصه قسمتش از خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. شما ببینید کسی که قیام امام حسین را درک کرده باشد مسلماً روح زنده دارد. شهید اسماعیل بلخی یک مبارز بود، یک انقلابگر بود. شعرهای از اون اگر ما شما مطالعه بکنیم بسیار حماسی و بیدارکننده است. و همچنان ای علامه اقبال لاهوری را که ما شعرش را قرائت کردیم. اما چگونه جامعه عاشورایی میتونه زمینه ساز ظهور شود؟ خب این مسلم است که وقتی جامعه به طرف عاشورایی شدن رفت، شعارهای عاشورا در اون جامعه زیادتر خوانده شد و زیادتر نگهداری شد. ارزشهای عاشورا زنده ماند، مکتب عاشورا به گونه زنده بود. مسلما اون جامعه میتونه جامعه باشه که اون زمینه ساز برای ظهور شد. و این امکان خواهد داشت. اما مسئله ظهور حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف مثل قیام امام حسین علیه السلام خواهد بود. در اون زمان قیام امام حسین در برابر استبداد، در برابر بیعدالتی، در برابر حکومت فاسد بود. با امام آمد گفت انا اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر، امر به معروف کرد و نهی از منکر کرد. جامعه ای که حضرت مهدی جل الله فرجه الشریف به دو جامعه ظهور خواهد کرد و این جهانی است، به گونه ای خواهد بود که استبداد و ظلم و ستم بسیار زیاد خواهد بود. حدیثی هست که روزی هست که یک روز اگر باقی نمانه که یک روزی خواهد بود چنان طولانی باشه که یک کسی می رو آجاقا خواند. و حدیث را که معروف هم بسیار هست از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هست. به هر حال استبداد بسیار زیاد خواهد بود و مردم از استبداد و از بیعدالتی و جور و ستم به سطوح آمدن، چنان به سطوح آمده که فقط امیدشان به یک منجی است و اون منجی خواهد آمد و حکومت عدل جهانی را انشاءالله بپا خواهد کرد. به امید آن روز. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه، اللهم اجعلنا من المستشهدين لدولته و من المنتظرين بين يديه، اللهم اجعلني من انصاره و اعوانه. اجمعا صلوات الله و سلامه. اللهم صل على محمد.